سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت تاپلرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با بخش بعدی آموزش زبان پایتون خدمت شما عزیزان هستم. بسیار خوب دوستان، تا اینجای کار ما با یه سری از مفاهیم زبان پایتون آشنا شدیم. من تصمیم گرفتم که توی روند آموزشمون بعد از بررسی کردن یه سری مطالب، پروژه های عملی رو با هم دیگه داشته باشیم تا مروری بر مطالب مطرح شده باشه. البته این نکته رو بگم، این پروژه هایی که با هم دیگه کار میکنیم شاید عملا خیلی کاربردی نباشن و در حد یه پروژه مثلا پروژه وب کاربردی نیستن. صرفا میخوایم برای بررسی کردن و مرور مطالب ذکر شده ازشون استفاده بکنیم. مسئله دیگه ای هم که وجود داره اینه که تماشای این ویدیوها میشه گفت یه جورای آپشنال هستش، دل بخواه. اگر دوستان فکر میکنن که مطالبی که تا اینجا مطرح کردیم رو به صورت کامل فرا گرفتن، نیازی نیستش که این ویدیو رو دنبال بکنن و میتونن که ادامه این آموزش رو با ما پیش برن. اما اگر احساس میکنید که هنوز مطالب براتون یه مقدار جا نیافتاده، پیشنهاد میکنم که این پروژه عملی رو با من همراه باشین. گرچه من باز هم بهتون یک پیشنهادی رو دارم، فایل های قرار گرفته کنار این ویدیو رو باز بکنید، نگاه بکنید. اگر قطعه کدی بود که متوجهش نشدید، حتما این ویدیو رو با من پیش برید. بسیار خب، بریم سراغ پروژه عملیمون. کاری که میخواییم با هم دیگه این جلسه انجام میدیم، پیاده سازی بازی ساده سنگ کاغذ قیچی هستش. اجازه بدیم برم سراغ نرم‌افزار ویژوال استودیو کد و کارمون رو شروع بکنیم. اجازه بدین من ویژوال استودیو کد رو باز بکنم. خیلی خب، اسمش رو میذارم مثلا mygame.py. خیلی خب، بازی که ما داریم بازی سنگ کاغذ قیچی هستش. اول میگم آقا پرینت کن چیو؟ راک دو تا ازش کپی میکنم. اینجا پیپر، این میشه سنگ، این یکی میشه کاغذ، این یکی هم بذاریم قیچی، چون توی خروجی ترمینال اینجا فارسی به صورت درست نمایش داده نمیشه، برای همین من از واژه های انگلیسیش استفاده میکنم. اینجا هم میشه scissors، سی بزن اس بزرگ، scissors میشه سنگ کاغذ قیچی. یه جا ازش بگیریم، خروجی ما به این صورت هستش. اگر بیاره اینا هستش. قدم اول چیه؟ من باید بیام از کاربر یک حرکت رو دریافت کنم. مثلا میگم آقا من دوتا کاربر دارم، پلیر یک و پلیر دو. خب هر کدوم از اینها قرار یک حرکتی رو داشته باشن، درسته؟ اینجا من باید بگم با استفاده از متد اینپوت حرکتش رو دریافت کن. یک روش وجود داره اینجا، مثلا من اینجا بگم پرینت کن پلیر وان میک یور موو، حرکتت رو انجام بده. اینکه بیام برای این اینپوته، قبل از اینکه اینپوت فراخوانی بشه یه دونه پرینت بکنم و بگم که شما حرکتت رو انجام بده، یا اینکه نه میتونی شما همین رشته رو برداری بیاری بندازی داخل اینپوت. خب بعدش میگم پرینت کن چیو؟ پلیر وان رو. بریم با هم دیگه خروجی رو ببینیم. یه CLS اینجا میگم رانش کن. میبینی گفته آقا پلیر وان میک یور موو. کجا اومد این کرسر موز؟ میبینی دقیقا همینجاست، روبروشه، همینجا باید وارد بکنیم. مثلا میگم راک توی خروجی نمایش داده میشه. خب حالا این پرینتر فعلا پاک میکنم. ما یه دونه پلیر دوم هم داریم، حرف اول بزرگ پلیر دو مساوی هستش با یک اینپوت دیگه. خب میگیم بذارین همین رو بذارم، این کپی بشه، کپی اینجا پیست و ایشون پلیر دو هستن. حالا باید بریم با هم دیگه منطق این بازی رو پیاده سازی بکنیم. همه ما میدونیم که بازی سنگ کاغذ قیچی به چه صورت عمل میکنه. بریم با هم دیگه این رو بنویسیمش. میگم if، بیا چک کن اگر پلیر یک مساوی با چی بود؟ راک بود. خب
این ذره داره اذیت میکنه. بذارین حرفای اولش رو با حرف کوچیک بذارم. این از این، اینم از این. خیلی خوب، میگیم اگر پلیر اولمون، بازیکن اولمون سنگ آورد چه اتفاقی میافته؟ میگیم آقا بیا چک کن، اگر پلیر اولم، بازیکن اولم سنگ آورد اند و پلیر دوم من خب چی آورد؟ مثلا بگیم کاغذ آورد، پیپر، یا مثلا اول بگیم قیچی، سیزرز. بذار همین رو کپی بکنم، کپی، اینجا پیست. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ میگیم پرینت کن داخل یک رشته، پلیر اول برنده شد. خب اما ال ایف، بیا دوباره چک کن، اگر پلیر اول من خب همین سنگ رو آورد و پلیر دوم من این سری چی آورد؟ کاغذ رو آورد. کاغذ چی بود؟ پیپر رو آورد. این سری چه اتفاقی میافته؟ میگیم پرینت کن، پلیر دو برنده شد. حل این؟ یه حالت دیگه ممکنه اینجا اتفاق بیافته و اون هم اینه که جفتشون سنگ رو بیارن. و اینم دراک صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ اینجا من میگم ال ایف، اگر پلیر یک خب مساوی با راک بود، اند پلیر دو هم مساوی با راک بود، اون موقع چیکار کن؟ اون موقع میگیم پرینت کن، that's a tie، این یه تساوی هستش. منتها یه دقت بکنید، اگر جفتشون سنگ بیارن، جفتشون کاغذ بیارن و جفتشون قیچی رو بیارن، باید این رو چاپ بکنیم. پس لزومی نداره من میام برای تک تکشون این کار رو انجام بدم، درسته؟ میام یک بار به صورت کلی دوتا پلیر رو با همدیگه مقایسه میکنم. اگر این دوتا با همدیگه برابر بودن، اگر پلیر یک برابر با پلیر دو بود، اون وقت میگیم چیکار کن؟ پرینت کن، that's a tie. یه حالت دیگه هم وجود داره موقع بازی، مثلا دارم میگم یه علامت دیگه ای رو آوردیم، خب من اینجا باید یه حالت دیگه ای رو بررسی بکنم، میگم else print کن something went wrong، یه چیزی اشتباه شده اینجا. چرا؟ چون ببینین، مثلا دارم میگم پلیر یک توی همین بازی به جای راک مثلا دستش میخوره، به جای او آی میزنه، خب اشتباه میشه، اون وقت این گزینه السمون باید فراخوانی بشه و بگیم که مثلا یه چیزی اشتباه شده. حالا بریم سراغ ادامه منطقمون. اینجا میگم ال ایف، بیا بی زحمت چک کن، اگر پلیر یک من این سری مساوی با چی بود، بریم سراغ کاغذ، پیپر، اگر پیپر بود و پلیر دو من مساوی با راک بود، خب سنگ آورده بود، اون موقع میگیم پرینت کن. خیلی خب اینجا میشه پلیر یک وینز، درسته؟ چرا؟ چون کاغذ سنگ رو میبره دیگه. اینجا ال ایف میگیم بیا پلیر یک رو دوباره چک کن، اگر پیپر آورده بود و پلیر دو این سری قیچی رو آورده بود، اینجا قرارش بدیم، اون موقع چه اتفاقی میافته؟ این سری پلیر دوم برنده میشه. بذارین اینو کپی پیست بکنم که دیگه زیاد زمان نگیره و بریم سراغ حرکت آخر. اینجا میگم ال ایف، بیا چک کن، اگر پلیر یک این سری با قیچی بازی کرد، این قیچی مساوی با قیچی بود، اند پلیر دو چی آورد؟ مثلا بگیم پیپر را آورد، اون موقع باید چیکار بکنیم؟ میگیم پرینت کن، کپیش بکنم دیگه، پلیر یک میبره. چرا؟ چون قیچی کاغذ رو میبره. مورد بعدی ال ایف،
همین رو کپی میکنم، کپی، اینجا پیست، منتها دیگه اینجا پیپر نیستش، اینجا راک هستش. خب اینجا دیگه پلیر دوم برنده میشه. فقط بذارین من یه تب بزنم که این ایندنتش به درستی کار بکنه. بسیار خب، تمام منطق بازی رو اینجا ما پیاده سازی کردیم. بریم حالا این رو تستش بکنیم با هم دیگه. من اینجا یه دونه CLS میزنم. خیلی خب، کلیک راست و میگم رانش کن. یه ذرم بزرگترش بکنیم خروجی رو. شما جمعتر شو، بیا بالاتر. میگه آقا پلیر یک بی زحمت بازی کن. مثلا من میگم راک رو میخوام. پلیر دو چی؟ مثلا میگیم ایشونم راک رو آورده. That's a tie. چرا؟ چون با هم دیگه برابر شدن. CLS دوباره میگم رانش کن. خب این سری میگیم که پلیر اول راک باشه، پلیر دوم پیپر باشه. پلیر دو بازی رو میبره. دوباره تستش بکنیم. CLS رانش کن. پلیر اول من این سری ذره سخت، این اسپلقه چی؟ سیزرز. خب این از این. پلیر دوم مثلا میاره راک. چی میشه؟ پلیر دو میبره. چرا؟ چون سنگ چی رو میزنه. خیلی خوب. اما اگر یه اشتباهی رخ بده چی؟ یه CLS اینجا میگم رانش کن. مثلا همون مثالی که زدم، پلیر اول به جای راک مینویسه ریک. پلیر دوم چی مینویسه؟ مثلا مینویسه پیپر، اینتر. یه چیزی اشتباه شده. حالا میتونیم متن بهتری رو اینجا بذاریم. مثلا بعد از اینکه این متن رو گذاشتین، بیاین کلمات وارد شده رو بذاریم و میگیم مثلا این بنده خدا تو این کلمات نیستش. بسیار خب، حالا ما تا اینجای کار این پروژه رو پیاده سازی کردیم. اما یه نگاهی بهش بندازین، یه ذره طولانیه و میشه اون رو ساختارش رو بهتر کرد. خب کاری که ما میخوایم بکنیم، یه ذره اول ساختارش رو بهینه‌تر بکنیم و مورد دوم اینه که یه مقداری، حالا نمیگم هوش مصنوعی، میخوایم با هم دیگه با سیستم بازی بکنیم. یعنی پلیر دوم بشه سیستم و خودش به صورت رندوم یکی از این ستا رو بیاره و ما با سیستم بازی بکنیم. یه نگاهی به کل این ساختار بندازیم. بذار من یه ذره جمع‌وجورترش بکنم. خیلی خب، یه نگاهی به این بندازید. بازی به چه صورته؟ کاربر اول، اول میگه راک. خب میایم دوباره چک میکنیم، اگر کاربر دوم قیچی رو آورد، بعد توی بعدی دوباره گفتیم if player 1 راک بود، دوباره پلیر دو پیپر بود. خب یه ذره جالب نیستش؟ این دوتا رو میتونید در یک if قرار بدید. به چه صورت؟ اینجا نگاه کنید، ما از nested if ها میخوایم اینجا استفاده بکنیم. به چه صورت؟ اینجا نگاه کنید، یه دونه if مینویسم، میگم پلیر یک من مساوی هستش با، البته بله دیگه، مساوی هستش با مثلا اینجا چی گذاشته بودیم؟ گذاشته بودیم راک. میام این داخل میگم باز دوباره ایف بیا چک کن. دوباره داخل بدنه ایف میام دوباره بیا چک کن، اگر پلیر دوم من مساوی با چی بود؟ سیزرز بود، چی کار بکنه؟ توی بدنه خودش. میبینی ایندنت برای این یکی ایفه، نه برای این. خب اینجا میگم اگر سیزرز بود پلیر یک میبره، اینجا قرار میدیمش. خب ال ایف اگر پلیر دو مساویه با این سری پیپر بود، کپی پیست، اون موقع پلیر دوم میبره. بذارین همینی که اینجا گذاشتم رو کپی بکنم، کپی پیست. اینی میبینی دقیقا این کار رو انجام میده. خب اما میتونیم یه جور دیگه همین رو بنویسیمش. یادتونه توی جلسه‌ای که داشتیم در مورد گزارهای شرطی صحبت میکنیم، در مورد ایف یک خطی هم صحبت کردیم. بذارین من همین رو به صورت یک خطی هم بنویسم. میگم که بی زحمت بیا چک کن، if اگر پلیر یک من مساوی با راک بود، اون موقع بیا چکار کن؟ پرینت کن چیو؟ پلیر یک میبره، کپی پیست. در چه صورتی؟ در صورتی که پلیر دوم من مساوی با چی باشه؟ این سیزرزه باشه، درسته؟ این کپی بشه،
اینجا پیست. در غیر این صورت میگیم پرینت کن، پلیر دوم برنده شده، کپی پیست. این الان میبینی این همین کار رو انجام میده. خب اما این موضوع به شرطی هستش که پلیر دوم حتما یکی از این ستا رو وارد کرده باشه. اگر این ستا یکی از این ستا نباشه، مثلا به جای راک بنویسه ریک، اینجا میشه پلیر دوم برنده شده. پس از این روش دوم استفاده نمی کنیم، اینو پاکش میکنم، باش کاری نداریم. اما بدونین از اون روش هم میشه استفاده کرد، منتها باید مقادیر اینپوت مقدارشون چک بشه که دقیقاً بین این ستا یکیشون باشه. خب بسیار خب، بریم سراغ بعدی. میگیم آقا ال ایف، این الیف برای ایف اوله، با توجه به ایندنتش دارم میگم. این الیف رو میبینیم برای ایف دومه، به خاطر ایندنتی که داره، هم ترازن. خب میگیم آقا اگر پلیر اول من این سری چی رو بازی کرد، ببینیم پلیر اول بعد از راک رفته سراغ پیپر، اینا هشش، اینو کپی میکنم و اینجا قرار میدم، یه ذره فاصله بدیم. اینجا دوباره میگم چک کن چی رو بازی پلیر دوم رو، اگر مساوی مساوی با چی بود، پلیر یک رو بذاریم، من راک رو جدا بکنم، این از این، این از این و اینم از این. این قسمت رو نوشتیم درسته، پس من اینو کامنتش میکنم، با این کاری نداریم. اینجا رفته سراغ پیپر، پلیر دوم من راک رو آورده، اگر راک بود اون موقع میگیم چیکار کن، این بود دیگه، آره همینه، ایشون کپی میشه و اینجا قرار میگیره. ال ایف در غیر این صورت، اگر بیا چک کن همین پلیر دوم رو، مساوی مساوی با این سیزرز بود، همین رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم، اون موقع میگیم چیکار کن، پلیر دوم برنده میشه، این کپی، اینم پیست. خیلی خوب، این قسمت هم به اتمام رسید، شما هم برو. بریم سراغ بعدی، یه آلچیف اف کودا رو مرتب بکنیم. اینجا بیم بالاتر، ال ایف، این الیفه برمیگرده به همین پلیر یک. خب میگیم پلیر یک مساوی مساوی با چی بود، آخریش چیه، سیزرز هستش، این کپی، این از سیزرز. اون موقع دوباره میگیم چک کن پلیر دوم چی بازی کرده این سری، پلیر دوم من این سری پیپر آورده، اگر پیپر بود میگیم پلیر اول برنده میشه، ال ایف، پلیر دوم مساوی مساوی با راک بود، کپی، اگر راک بود میگیم اینو کپی کن، اینجا قرار بده، منتها دیگه پلیر دوم برنده میشه. بسیار خب، این یک تیکر هم با هم دیگه نوشتیمش، یه ذره این ساختارش رو به هم نزدیک بکنم و همون این آخریه. خیلی خب، قبل از اینکه این گزاره های شرطی رو هم به این قسمت بالا اضافه بکنم، میخوام این نکته رو اینجا خدمتتون مطرح بکنم. یه نگاهی به اینجا بندازین. ببینین دوستان، دستور اول گفته آقا پلیر یک راک بوده. خب فرض کنید که این درست هم هستش، وقتی میاد اینجا یکی از این گزاره ها درست میشه، پلیر یک راک، پلیر دوم یا سیزرز یا پیپر. خب یکی از اینا اجرا میشه، دیگه نمیره سراغ موارد بعدی. خب دیگه نمیره بعدیا رو چک بکنم، یا آقا if چک کن اگر اینا درست بودن، گفته else if، وگرنه، وگرنه ای در کار نیست. اینجا فعلا دارم، یا فرض کنین که پلیر یک من راک رو انتخاب کرده، پلیر دوم من مثلا گفته پیپر، خب راک پیپر، پلیر دوم برنده شده، دیگه نمیره گزارهای بعدی رو چک بکنه و همینجا گزاره شرطی من متوقف میشه. حالا یه نگاهی به اینجا بندازین، این پلیر یک مساوی با پلیر دو، شرط مساوی بودن رو اینجا گذاشتیم. اگه دقت بکنین احتمال این که این دوتا پلیر با هم دیگه علامت های یکسانی رو داشته باشن به مراتب بیشتر از بقیه هستش. خب سنگ و سنگ، کاغذ و کاغذ و قیچی و قیچی، و چون ما این احتمال رو بیشتر بهش میدیم، پس میام چیکار میکنم، این بالای بالا
دستور ایف رو قرار میدم. برای چی؟ اگر پلیر یک مساوی مساوی با پلیر دوم بود، اون موقع بیا پرینت کن همین دستور که این پایین هستش، بذارین کپی بکنم، این کپی بشه و میگیم شما اینجا قرارش بده و این ایف دوم میشه ال ایف. خب امیدوارم متوجه شده باشین. برای این گزاره دستور اول رو، گزاره شرطی اول رو شرط تساوی گذاشتم، چون احتمال اینکه این اتفاق بیفته نسبت به بقیه بیشتر هستش. در مجموع 9 تا اتفاق ممکنه بیفته، ما 6 تاشو نوشتیم اما 3 تاش به این صورت هستش، شرط تساوی هستش، بنابراین احتمال تساوی از بقیه بیشتره. برای همین من میذارم اول که اگر این اتفاق افتاد دیگه باقیشون چک نشه. این else هم برداریم بیاریم، else این رو کپی میکنم، شما کامنت شو چون مربوط به این دستور بودیم، میارم میذارمش اینجا. خیلی خب میذارم فاصله بهش بدیم. بسیار خب، بریم حالا همین رو تستش بکنیم. ترمینال رو باز میکنم، یک cls. خیلی خب یه ذرم دروشتر بکنیم، کلیک راست و میگم رانش کن. خب این پایین من کامنت کردم اجرا نمیشن دیگه، دستورات با استفاده از این دستورات if else nested اجرا میشن. خب اینجا میگم که پلیر اول مثلا گفته راک، خب از همین شروع میکنم، پلیر اول گفته راک، پلیر دوم چی؟ یا اینتر. پلیر دوم میگم آقا مثلا گفته پیپر، باید دستور پلیر تو وینز توی خروجی نمایش داده بشه، اینتر رو میزنم و همین خروجی رو با هم دیگه میبینیمش. دوباره ازش اجرا میگیرم، میگم آقا پلیر اول من گفته مثلا این سری پیپر، پلیر دوم این سری گفته مثلا سیزرز، پلیر دوم برنده شد، یک cls. دوباره میگم رانش کن، این سری پلیر اول میگیم تست، پلیر دوم میگیم راک. یه چیزی اشتباه شده، یه نفر اشتباه بازی کرده. اما بریم سراغ اون مسئله‌ای که خدمتتون عرض کردم، میخوام کاری بکنم که سیستم به صورت اتوماتیک خودش بیاد چیکار بکنه. یه بذار این ذره کوچیک‌ترش بکنم، یکی از این موارد رو انتخاب بکنه و من با سیستم بازی بکنم. گفتیم که سیستم میاد به صورت اتوماتیک و به صورت رندوم یکی از این موارد رو انتخاب میکنه. برای این کار ما به یکی از تابه‌های تعریف شده از پایتون احتیاج داریم. البته من نمیخوام الان در مورد ماژول ها صحبت بکنم، باید یه سری از موارد رو اینجا ایمپورت بکنیم. کافیه که برین سراغ داکیومنت رسمی سایت پایتون و در مورد کلمه رندوم سرچ بکنید. خب اینجا براتون توضیح داده که این کتابخونه میاد چیکار میکنه، چیزی که نیاز دارین رو به صورت رندوم بازی اعدادی رو انتخاب میکنه. من فعلا نمیخوام در مورد این کتابخونه صحبت بکنم، نمیخوام در مورد این ماژول صحبت بکنم. خب فعلا فقط میخوام از یکی از متدهاش استفاده بکنم، کنترل اف رند اینت، البته من اشتباه نوشتم رند اینت، اینا هاشش. میخوام از این متد رند اینت استفاده بکنم. اگه به ساختارش دقت بکنین گفته آقا این عددی که برمیگردونه خب بین بازه ای تا بی هستش. میبینین ای و بی رو اینجا دریافت کرده. خب اول بذاریم بهتون نشون میدم که اصلا چجوری کار میکنه. خب برمیگردیم توی پروژمون، اینجا میگم شما بستشو فعلا و میگیم که اینجا همین بالا پرینت کن چیو؟ رندوم dot rand int. خب میگیم از 0 تا عدد 2 یه عدد رندوم برای من بیا چاپ کن. این پایین رو کلن کامنت میکنم. متوجه شدین این با ارور مواجه میشه. خب میگم کلیک راست و رانش کن، با ارور مواجه میشه، میگه آقا من رندوم رو نمیشناسم. اصلا رندوم چی هستش؟ ببینین دوستان، این رندوم درون پایتون وجود داره، فقط کافیه که بیاین چیکار بکنین اینجا ایمپورتش بکنید این رندوم رو. خب وقتی که ایمپورت بکنید میشه راحت ازش استفاده کرد. حالا بذاریم من اینجا یه خروجی ازش بگیرم، cls و میگم رانش کن. عدد 0 رو گذاشت، دوباره میگم رانش کن. این سری 2 به صورت رندوم داره بین 0 و 2 عددی رو انتخاب میکنه. من بازم میگم من نمیخوام الان در مورد این ماژول صحبت بکنم، نمیخوام در مورد این کلاس لایبری صحبت بکنم. خب بعدا مفصل در مورد این لایبری صحبت
خواهیم کرد. انا فقط میخوام یه ذره این بازی که با هم دیگه درست کردیم رو بهترش بکنم. این متدی که من دارم ازش استفاده میکنم، گفتیم از بین اعداد وارد شده این داخل، از بین 0 تا 2 یه عددی رو به صورت رندوم انتخاب میکنه، درسته؟ پس میام چیکار میکنم؟ میگم آقا یه دونه متغیر تعریف کن، اسمش رو مثلا میذاریم random number، خب که از این تابع دریافت میکنه، دیگه پرینت هم نمیخوایم و میگم این رو دریافتش کن. خب حالا یه دونه متغیر دیگه هم تعریف میکنم، مثلا میگم computer move مساوی هستش با چی؟ مثلا تستی میذاریمش راک باشه. خب حرکت کامپیوتر، میام این پایین میگم که اگر این رندوم نامبر خب مساوی با صفر بود، اون موقع چی کار میکنیم؟ میگیم کامپیوتر موو باشه چی؟ مثلا همین راک. بعدش میگم ال ایف، اگر رندوم نامبر مساوی با یک بود، اون موقع چی؟ این رو کپی میکنم، کپی، اینجا پیست، این سری پیپر هستش. دوباره همین رو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، این سری به جای پیپر میگیم سیزرز اگر 2 بود، درسته؟ البته اینجا من به این کامپیوتر مووم نیازی ندارم، حالا بذاریم باشه، مهم نیستش. خب به صورت پیش‌فرض خودم گفتم راک باشه. فعلا میگم که بیا بی زحمت اینجا پرینت کن چیو کامپیوتر موو رو، ببینم چی شد اصلا. اینجا یک CLS میزنم، کلیک راست میکنم و میگم رانش کن. خب پیپر رو آورده، دوباره میگم رانش کن، این سری سیزرز رو میاره، داره به صورت رندوم کار میکنه. بذاری من اینجا یک پرینت بذارم که بیاد با استفاده از خطچین جداش بکنه. CLS میگم رانش کن. خب این سری راک رو آورد، بریم بعدی، این سری سیزرز رو آورد، دوباره این سری باز دوباره راک رو آورد. خودش داره به صورت رندوم یکی از اینا رو انتخاب میکنه، درسته؟ حالا فقط کافیه که بیام چیکار بکنم، این کد رو از حالت کامنت خارج بکنم، اینم فعلا ببندیمش. اینجا داره پلیر یک و پلیر دو رو با هم دیگه مقایسه میکنید، درسته؟ میگم پلیر دوی من این سری باشه چی؟ کامپیوتر موو. خب کامپیوتر موو چیکار کرده؟ یه حرکتی رو انتخاب کرده بین راک پیپر و سیزرز. حالا پلیر دوی من میشه همون، درسته؟ حالا اینجا رو نگاه کنین، میگم رانش کن، میگه آقا پلیر اول حرکتت رو انتخاب کن، من میگم راک، اینتر رو میزنم، پلیر یک برنده شد. البته بذارین من اینجا بنویسم که پلیر دو چه چیزی رو انتخاب کرده. اینجا کنترل زد میزنم، این باشه. اینجا میگم که از اف استرینگ استفاده بکنیم، یه اف میذارم قبلش، این قسمت یه اف میذارم قبلش و این داخل کامپیوتر موو رو انتخاب میکنم. فقط این دیگه اینپوت نمیشه، این میشه پرینت. پلیر دو رو از اینجا برش میدارم، میگم پلیر اندرلاین دو مساوی هستش با کامپیوتر موو. خیلی خب اینجا حالا یه دونه CLS میزنم. خب پلیر دو رو فکر میکنم اشتباه نوشتم، این کپی، اینجا پیست. ایراد کار کجاست؟ چی میگه؟ میگه که undefined هستش پلیر دو. چرا undefined هستش؟ شما بیا اینجا تعریف شو، نباید undefined باشی. خیلی خب این از این. حالا یه اجرا ازش بگیریم، میگیم ران کن. فقط من اینم بردارم چون یه پرینت اضافه هستش. دوباره یه چیزی CLS میگم رانش کن. اینجا نگاه کن، پلیر اول حرکتت رو انتخاب کن، میگم راک. پلیر دوم شد پیپر، خود به خود پلیر دو برنده شد. دوباره اجرا میکنم، میگم رانش کن، این سری میگم من پیپر هستم. چی شد؟ خود سیستم هم پیپر رو انتخاب کرد، مساوی شدیم. دوباره رانش میکنم، میگم که مثلا این سری من باز دوباره راک هستم. خب اون سری پیپر آورد، پلیر دو برنده شد. چقدر پیپر میاره؟ بذاریم من اینجا یک CLS بزنم،
کلیک راست و میگم رانش کن پیپر، کلن ست شده روی پیپر. دوباره ران بکنم، اینجا میگیم پیپر. چرا پلیر دو کلن مون روی پیپر؟ رندوم نامبر. بذاری من این بالا رو یه لحظه نگاه بکنم، کامپیوتر موو به صورت رندوم داره اینجا انتخاب میشه. خب رندوم نامبر اینجا یه عدد رندوم هستش و گفتیم کامپیوتر موو بر اساس اون داره عوض میشه و گفتیم کامپیوتر موو بذار به جای پلیر دوم. چرا فقط داره پیپر میاره؟ رانش کن، مثلا بگیم این سری میذارمش راک، این سری شد سیزرز. حالا رندومش فقط روی یک گیر کرده بود، حالا نمیدونم مشکلش کجا بوده، نمیدونم، اشکال نداره. دوباره میگم رانش کن، یه تست دیگه بریم. مثلا من این سری سیزرز رو انتخاب میکنم، اونم سیزرز رو انتخاب کرد، حالا یه گیر کرد روی سیزرز. فقط یه مسئله اینجا مطرح میشه، بذار من اینجا یک CLS بزنم. حالا این نکته خارج از نکاتی هستش که تا الان بررسی کردیم. اینجا رو نگاه بکنین، میگم رانش کن. خب من میگم آقا پیپر رو انتخاب کن، منتها حرف اول پیپر رو بزرگ میذارم. خب پیپر هستش، اینجا رو نگاه کنین، گفتیم آقا اگر پلیر یک پیپر بود درسته، اینتر رو میزنم، something went right. خب یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی با مشکل مواجه شده. چرا؟ چون این پیپر با این پیپر برابر نیستش. چرا؟ چون حرف اولمون بزرگه. یک متدی وجود داره که میاد این عملیات رو کنترل میکنه. بذار من اینجا رو پاک بکنم. اینجا نگاه کنین، وقتی که شما اومدین دریافت کردین از طریق این متد، یک متد دیگه هستش تحت عنوان lower. حالا بذارین ازش یه اجرا بگیرم، میگم رانش کن. خب اینجا نگاه کن، میگم اصلا راک رو کلا بزرگ میذارم. میبینی الان باز دوباره داره کار میکنه. بذاریم به یه نحوی خروجی رو بهتون نشون بدم. مثلا اینجا نگاه کن، آرش رو بزرگ میذارم، پی رو بزرگ میذارم، اس اولش رو هم بزرگ میذارم. خب میگم دات لوئر رو فراخوانی کن واسش، دات لوئر، دات لوئر، درسته؟ الان ببین خروجی به چه صورت میشه. اینجا یک CLS میزنم، میگم شما ران شو بی زحمت. ببین راک آرش کوچیک شد، پی کوچیک شد، اس هم کوچیک شد. بذارین من اینجا یه تستم برم. مثلا اینجا راک رو انتخاب میکنم، سیستم سیزرز رو انتخاب میکنه و من میبرم بازی رو. بسیار خوب دوستان، اینم از این موضوع. با هم دیگه این بازی رو پیاده سازی کردیم، امیدوارم که مطالب ارائه شده براتون مفید بوده باشه. باز هم میگم من در مورد این رندوم صحبت خواهم کرد، در مورد این لوئر صحبت خواهم کرد، همه اینا رو جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. فقط میخواستم گوشتون باهاشون آشنا بشه. حتی این نکته هم جلوتر بهتون میگم که چجوری میتونین فقط این رند اینت رو ایمپورت بکنین. خیلی ساده است، به جای اینکه بیاین بنویسین ایمپورت کن رند اینت، میگیم from random import کن rand int رو. خب دیگه لازم نیست random.rand int رو بنویسیدش، خیلی ساده به همون صورت دستورات ما اجرا میشه و هیچ مشکلی هم نداره. من راک رو میزنم و باز هم داره کار میکنه. صرفا فقط میخواستم که گوشتون با این موارد آشنا بشه. بذاریم من این رو برش گردانم به حالت اولیش. بسیار خب، باز هم از شما دوستان تشکر میکنم بابت اینکه وقتتون رو در اختیار من میذارید و با من همراه هستین. جلسه آینده میریم سراغ بررسی حلقه ها در زبان پایتون. فعلا همه شما دوستان عزیز رو تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید و شاد باشید و فعلا خدا نگهدارتون.